گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود، گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود، گاهی بساط عیش خودش جور می شود، گاهی دیگر تهیه به دستور می شود، گه جور می شود خودان بی مقدمه، گه با 200 مقدمه ناجور می شود، گاهی 1000 دوره دعا بی اجابت است، گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود، گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست، گاهی تمام شهر گدای تو می شود، گاهی برای خنده دلم تنگ می شود، گاهی دلم تراشه از سنگ می شود، گاهی تمام آبی این آسمان ما یک بار تیره گشته و بیرنگ می شود، گاهی نفس به تیزی شمشیر می شود، از هرچه زندگیست دلت سیر می شود، گویی به خواب بود جوانی من گذشت، گاهی چه زود فرصت من دیر می شود، کاری ندارم کجایی چه می کنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود. اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم دوباره باز تنها میشم، به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، به خونه از دیار یاری چرا میری تنها میذاری، اگه فراموشم کنی ترک آغوشم کنی، پرنده ی دریا میشم تو چنگ موج رها میشم، به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری، اگه یه روز این اوم تو تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیار که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دباشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم، اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشی، مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم، باید دلت رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری، اگه میخوای پیشم بمونی بیا تا باقی جوونی، بیا تا پوست و استخونه نذار دلم تنها بمونه، بذار شبم رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری، اگه یه روز این اوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم، اگه یه روز این اومد تو باز
گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دباشه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم. با درودی گرم، داریوش باقری هستم در برنامه این روزها و خیلی خوشحالم که بیننده این برنامه هستید. این برنامه روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 6 عصر و فردای اون روز هم تکرارش رو میبینید، 6 تا 7 صبح. بقیه روز هم ساعت 4 عصر به وقت لس آنجلس تقدیمتون میشود. قرار نبود اینطور باشد، قرار ما چیز دیگری بود. داستان باید به یک روال دیگری میگشت. آنجا شهر ما بود، خاک ما بود. قرار بود ما هم مثل نسل قبلی ما و نسل قبلترشان که همانجا به دنیا آمده بودند همانجا باشیم، در همان مختصات جغرافیایی، در همان 1,648,000 خورده کیلومتر مربع، در همان گربه خوشگل نقشه های جغرافیایی. اما صد امان از این جبر جغرافیایی. قرار بود همانجا باشیم، ما آنجا به دنیا آمده بودیم، همانجا بود که استخوان‌های من سفت شده بود، آنجایی که اولین قدم‌های سست و لرزان من را روی زمین سفت گذاشتیم، آنجایی که زبان من اولین تعریف هر چیز را بر اساس تعریف آن عرض جغرافیایی یاد گرفت. در کوچه‌های آنجا بزرگ شدیم، بازی کردیم، زمین خوردیم، زخمی شدیم، قد کشیدیم، عاشق شدیم، تحقیر شدیم، گریه کردیم، خندیدیم، شادی کردیم، قصه خوردیم و مفهوم رفیق بازی را یاد گرفتیم و روزگار گذراندیم. قرار بود همانجا بمانیم، قرار بود بچه های من همانجا به دنیا بیایند، همانجا پیر شویم و همانجا بمیریم و همانجا به خاک من بسپارند. اما نشد. مثل خیلی چیزهای دیگر این نسل بدبخت نشد. قرار نبود برای دیدن پدر و مادر و خواهر و برادر و رفیق و آشنا هزار کیلومتر را بگذرانی تا مفهوم تعلق داشتن، کسی را دوست داشتن را احساس کنی. تازه اگر بتوانی بروی آنجا و منع رفتن نداشته باشی و رفتن به خاک خودت برایت ممنوع نباشد. قرار نبود همه این آدم ها برایت بشوند یک صدای پشت تلفن گاه بیگاه یا عکس در مانیتور کامپیوتر. قرار نبود مثل تیله های بازی ایام کودکی هر کدام به یک گوشه کره خاکی پرت شویم. قرار نبود در هر ناکجا آبادی آشنایی ببینی که دلت بلرزد. در کوچه پتکوچه های برزیل و پرو، در جنگل های کاستاریکا، در شهر کوچکی در استرالیا، در بندری در چین، در مهمانخانه در قطب شمال، در دل کویرهای آفریقا، نامی را ببینی و متوجه شوی که او هم از همان جا آمده، از همان خاک و لابد همان جبر جغرافیایی لعنتی او را به اینجا آورده. قرار نبود که تمام نصف و نهارهای نقشه را از حفظ باشی تا بدانی که هر کجا چه زمانی است و هر کس در چه قاچ زمانی و ساعتی زندگی می کند و چه وقت مناسب است تا به فلان رفیق، فلان آشنای قدیمی و فلان فامیل زنگ بزنی و مزاحم نباشی. هیچ کدام قرار نبود، اما شد. قسمت ما از زندگی همین است. اینطور است که هر تلنگری، هر صدا و تصویر آشنایی، هر مصرع شعری و هر قطعه آهنگی پرتت کند همانجا و آوار خاطره روی سرت هوار شود و باعث شود در یک نوستالژی بیهودی و مزخرف دست و پا بزنی و لعنت بفرستی به سرنوشت و زور بزنی آن قسمت ذهن را خاموش کنی و مجال تصرفش را ندهی و هی دورش خط بکشی و هی خط بکشی. هرچند میدانی که نمی شود و اگر بشود نمی توانی یا شاید نمی خواهی که بشود تبدیل شوی به از اینجا مانده و از آنجا رانده. چه می شود کرد؟ سهم ما از دایره قسمت همین بود.
طاهره طالقانی، دختر محمود طالقانی، دیروز یه پست گذاشت راجع به حجاب، همونقدر که مسئولان جمهوری اسلامی دارند سعی میکنن که حجاب رو هر جوری شده بر سر زنان ایرانی این مملکت ایران عزیزمون بکنن، ادهی هم دارن تلاش میکنن که بگن نه اینجوری نیست و اسلام با حجاب میونه ای نداره و قوانینی بر علیه حجاب وجود نداره. حالا چرا و چگونش بماند. بریم صحبت های طاهره طالقانی رو هم گوش بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با مسئله حجاب اجباری و این بیانیه‌ای که دوستانمون دادن در این رابطه، چند نکته رو اینجا میخوام یادآوری کنم. از جنبه دینی و مذهبیش بخوایم حساب بکنیم و این حکم رو ظاهرا حکم شرعی و اسلامی میدونن، چون اگر در اسلام و قرآن ما نبود حتما تو جمهوری اسلامی هم این اجرا نمیشد. اولا آیات حجابمون که در قرآن در دو تا سوره و 5-6 تا آیه بیشتر تجاوز نمیکنه، اولین خطابشون خطاب آقایون هست که چشماتونو فرو بندازین، پایین بندازین و نگاه نکنین و خیره نشین. این اولین توصیه است. دومین نکته این که خطاب این آیات راجع به مؤمنین و مؤمناته، حتی توصیه به زنان پیامبره تو بعضی آیاتمون و غیر مسلمان ها و خود مسلمان ها میتونن نداشته باشن و بیشتر افرادم این رو حالت توصیه‌ای میدونن و سفارش میدونن به مؤمنین، نه یه حکم و دستور واجب. و نکته دیگه‌ای که میتونیم در اینجا بگیم این که هیچ مجازاتی برای این مسئله و بی‌حجابی در قرآن نداریم. اصلا در رابطه با چیزهای دیگه که ضرر به دیگران هست ما مجازات داریم، اما در رابطه با حجاب اصلا ما این موضوع رو نداریم. از جنبه اجتماعی هم حساب بکنیم، آیا همیشه دین با اجبار و زور پیش رفته؟ در صورتی که لا اکراه فی دین ما داریم، اگر در خود دین اجبار و زوری نباشه، آیا در احکام فرعی و شرعیش باید زور و اجبار باشه؟ که اینم از جهت دینی کاملا رد هست. این نوع برخورد ها غیر از این که کرامت و آزادی و انسانیت انسان ها رو تحقیر بکنه و زیر سوال ببره و پایمال بکنه، هیچ اثر دیگه‌ای نمیتونه تو جامعه داشته باشه. بعضی ها راجع به قانونش صحبت میکنن، میگن قانون هستش، قانونی قابل اجرا میتونه باشه که خواست عموم مردم و با عرف جامعه هماهنگی و همخونی داشته باشه، در غیر این صورت قابل اجبار نیست. بنابراین به طور جدی از دست‌اندرکاران و حاکمیت میخواهیم که به این تحقیر و خشونت پایان بده در رابطه با حجاب اجباری و بیشتر از این کینه و دشمنی و نفرت رو در جامعه به وجود نیاره. من یک سریالی را از تو نتفلیکس دارم میبینم، تری بادی پرابلم، که موضوعش اینه که 400 سال دیگه آدم‌های فضایی دارن میان کره زمین رو تصرف کنن و دارن اینا فکر میکنن که چجوری میتونن مقابله کنن با این جریان. آخه چجوری میشه یک ایدئولوژی بیاد همه هم و غمش این باشه که خانومی چهرش جوری معلوم نباشه که یک مردی تحریک بشه به گناه بیفته، بعد اساس و اصل اون ایدئولوژی بر این چیز باشه، در صورتی که خب خود پیغمبر اسلام هزاران جا گفته، تو حدیثا داشتیم که عاشق بوی خوش و عاشق زن و عاشق لطافت و این چیزها بوده و خیلی از آیه هایی هم که اومده در رابطه با همین جریانات بوده که آقا زن بگیرید، زن خوبه. یکی از مسائلی رو که در رابطه با پیغمبر میگن ماریای قبطی است که خیلیاتون میدونین، اگر میخواید درستش رو بدونین جریان چیه، از زبان این روحانی بشنوید چی بوده. اون چی که آخرین لحظات پیغمبر بود نخت و زن داشتن و این از خصائص پیغمبره. پیغمبر خدا هر کدام از این زنها را در حجره‌ای قرار داده بودن، به اصطلاح ما یه خونه‌ای، یه سویتی برای هر کدامشون تهیه کرده بودن و خواه ناخواه شبها رو تقسیم کرده بودن بین این زنها، هر شبی منزل یکی از این خانمها
به اصطلاح حضرت تشریف می بردن. البته در روایت مفصله که دارد هر روز زن به همه زنها سرکشی می کردن، احوال پرسی می کردن، ولی نمی موندن اونجایی که نوبتشون نیست و اونجایی که نوبتشون هست توقف می کردن. در روایت داره که یه روزی که نوبت حفصه بود، پیغمبر خدا به حجره او رفتند. اتفاقا حفصه کاری داشت با پدرش عمر، اجازه خواست که من اجازه دارم که برم به منزل پدرم، با بابام کاری دارم و برگردم. پیغمبر اجازه دادن رفت. یکی از کنیزهایی که پیغمبر خدا داشتن ماریه قبطیه بود. بله. معروف ماریه قبطیه کارش این بود، اونقدر علاقه به پیغمبر خدا داشت که هر منزلی پیغمبر خدا میرفتن این میومد برای خدمت گذاری. پیغمبر خدا چیزی میخواستن تهیه میکرد. ماریه قبطیه طبق روالش در اتاق حفصه آمد وقتی که حفصه نبود و در کنار پیغمبر. پیغمبر خدا اونجا دارد که خب کنیزشونه، حفصه هم نیست، اونجا دارد که با ماریه قبطیه به عنوان از محرمیت هم بستر شدن. حفصه که برگشت از منزل پدرش وقتی رسید که هنوز ماریه قبطیه در اتاق خودش، در اتاق حفصه بود. صبر کرد، ماریه از اتاق خارج شد، حفصه آمد و اون حالت به اصطلاح چیزی که بین زنها هست که نمیتونن ببینن که مثلا در ساعت خودشون پیغمبر با زن دیگه ای، کنیز دیگه ای باشه، شروع کرد ناراحتی کردن. پیغمبر خدا میدانستن که حفصه الان همین مطلب را بهانه میکنه برای عرض میکنم فتنه کردن به زنهای دیگه، میگه زنهای دیگه رو عرض میکنم سبب ناراحتیشون رو فراهم میکنه. مخصوصا که روایات ما و روایات اهل سنت دارد که هیچ سری بین حفصه و عایشه مخفی نمیمون. پیغمبر خدا برای دفع شر حفصه اونجا به اصطلاح خودمون میگیم برای اینکه در دهنش را ببندن، پیغمبر خدا قسم خوردن که دیگه از حالا به بعد با ماریه قبطیه همبستر نخواهم شد. البته حتما میدونید که بعد یک آیه اومد که خطاب به حضرت محمد گفت حضرت محمد تو چه کسی هستی که ما چیزی را که بر تو حلال کردیم بر خود حرام میکنی؟ و دوباره ماریه قبطیه رو بر خودش حلال کرد. تو ایران تو حموم آواز میخونی، تو دستشویی فکر میکنی، سر کلاس میخوابی، تو رخت خواب با تلفن حرف میزنی، موقع درس خوندن بازی میکنی، موقع رانندگی تکس میزنی، به کسی که ازش متنفری عزیزم میگی، با کسی که دوستش داری دعوا میکنی، موقع دیدن تلویزیون تلگرام چک میکنی، موقع تلگرام چک کردن قضا میخوری، موقع خوابیدن بیداری، موقع بیداری خوابی، سر کار روزنامه میخونی، تو اوقات فراغت کار میکنی، میری زن بگیری میگن خونه داری، میری خونه اجاره کنی میگن زن داری، میری دنبال شغل میگن متأهلی، میری متأهل بشی میگن شغلت چیه. یعنی هیچ جای دنیای همچین حالتی اصلا ممکن نیست. بله ما ایرانی ها این مدلی هستیم، اون وقت از زمین و زمون هم شاکیم. آقای رئیسی چند وقت پیش رفته بود بازدید از یک مرکز نظامی، بهشون دستور داد که شما بلافاصله یک هواپیمای 72 نفره به نیت 72 شهدای کربلا بسازید. اونا هم گفتن چشم آقا تا چند وقت دیگه حاضره. تموم شد موضوع، هیچ کم پیگیریش نکرد. این دفعه رفته بود بازدید، به رو خودش نیاورد که قبلا همچی، گفت آقا دلم میخواد یه جت 100 نفره بسازین. گفتن آقا 100 نفره چشم، همین الان براتون شروع میکنیم به ساختن. زینب خانم موسوی هم در این مورد صحبت هایی کرده. الو سلام بی قسندم. خوی مامان جان، مامان جان یادته قبلا گفته بودی هواپیمای 72 نفره بسازن؟ دیدی نساختن، دیدی که نفت کردن، دیدی به هیچ جاشون حساب نکردنه. الهی دورت بگردم مامان جان، برای چی پس الان گفتی جت 100 نفره بسازن؟ نه مامان جان ربطی نداره به ظرفیتش، اصلا ربطی نداره. ظرفیت یعنی تعداد آدماش.
میدونم مامان جان، هرچی تعدادش بره بالاتر باحالتر میشه، ولی منبر که نیست، اون مال منبره که هرچی تعداد میره بالاتر. هواپیما خیلی تعدادش فرق نمیکنه، هرچی تعداد بره بالاتر سختتر میشه. نه قربونت برم، من که بخیل نیستم، قربونت برم. تو بگو اصلا 300 نفره 400 نفره 1500 نفره اصلا کسی چیزی به این کاری نداره که، ولی نمیسازن میدونی، خیلی به اون چیز نیست. مامان جان میدونم خوشگل قشنگ نقاشی میکنی، رنگا میزید، اینا خوبه، خیلی خوشگل و قصند میشه، این خودت میشه، ماشاءالله ماشاءالله، ولی نمیتون، یعنی میدونی که نمیشه ساخت، یعنی هواپیما ساختن خیلی کار سختیه. اموها گفتن میسازن، مطمئنی اموها راست میگن. آخه اون 72 نفره هرم گفته بودن میسازن، چرا نساختن؟ آخه دستشون به کم نمیره، باید هواپیمای زیاد نفره بسازن. آها بعد 10-12 تا ازش پیش فروش کردید، چقدر قیمت پولم گرفتید. ماشاءالله مامان جان خیلی زرنگ شدی. یا تو مدرسه بهتون گفتن قالتاق یعنی چی؟ نگفتن؟ هیچی؟ نه هیچی، نه همینطوری. برو پیش اموها رو تسبیق کن که زودتر هواپیماتو مالت بسازن. ایشالله میسازن دیگه، لابد لابد میسازن دیگه. بچه که بودم تو شهری زندگی می کردیم که کتاب فروشی خیلی بزرگی نداشت. منم نوسواد بودم و تشنه خوندن چیزهای جدید. از طرفی واقعا پول زیادی هم برای خرید کتاب نداشتم. این باعث می شد از دوستام کتاباشون رو قرض بگیرم. یه بار یکی از کتابهای قصه های خوب برای بچه های خوب به دستم رسید، خیلی جذاب بود برام. سه بار خوندمش. هرچی بعدش دنبال سریای بعدیش گشتم پیدا نکردم. دیدم صفحات اول کتاب نوشته انتشارات امیرکبیر. نمیدونم چطور به ذهن بچه 9 ساله رسید که خب اینا که اینو چاپ کرده حتما بعدیاشو هم دارن. نامه نوشتن رو از داداشم یاد گرفته بودم. یه برگه از وسط دفتر مشقم کندم، یه نامه نوشتم که آقای انتشارات امیرکبیر، من به کتابای شما علاقه دارم. خواهش می‌کنم به اندازه همین 20 تومان برایم کتاب‌های قصه های خوب برای بچه های خوب بفرستید. 20 تومانی کهنه رو چسب زدم گذاشتم تو پاکت نامه. فردا رفتم از نوشت افزاری 1 تومن تمر خریدم انداختم تو صندوق پست دم مدرسه. دیگه یادم رفت. یه ما بعدش دیدم از مدرسه برگشتم، داداشم میگه سجاد بیا برات یه بسته از تهران اومده. رفتم باز کردم، سری کامل قصه های خوب برای بچه‌ها بود، بچه‌های خوب بود. قیمتش از 20 تومان هم خیلی بیشتر بود. یه نامه دستنویس هم گذاشته بودن که این هدیه انتشارات امیرکبیر به سجاده، امیدوارم کتاب ها رو خوب بخونی و به دوستات هم امانت بدی. باورتون نمیشه ولی جرقه اعتماد به نفس من برای انجام خیلی از کارها از همین اتفاق شروع شد، کاری که بعدها برای هر پروسه‌ای تو زندگیم پیش گرفتم. باید ازشون خیلی ممنون باشم. عرضم به حضورتون که اما یک کلیپی دیدم به نام I'm sorry، متاسفم. کلیپ آموزشی احساسیه، خیلی جالبه، بریم نگاهش کنیم. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. با درودی دوباره به بخش دوم برنامه امروز خوش آمدید. داریوش باقری هستم در برنامه این روزها. وکیلی را خواستند تا در مقابل حکم اعدام دزدی مفلس از او دفاع کند. وکیل امتناع ورزید. علت را جویا شدند. بگفت کشتن این دزد واجب است چون بدون لباس رسمی و منصب دولتی دزدی کرده است. افرادی هستند در جمهوری اسلامی درآمدهای خیلی خوب دارند. نگاه کنین. 90% سپورت‌های مالی فقط متعلق به 10% یعنی در این کشور افرادی هستن که بالای 1,000,000,000,000 تومان سرمایه دارن. حالا شما یه طبقه متوسطی دارید، به لحاظ ذهنی اصلا درکش نکردی، باهاش ارتباط برقرار نکردی، اصلا زبان مشترکی نداری جز با زبان زور، با زبان دیگه که باهاش صحبت نکردی. نیروهای سنتی هم که زبانی ندارن، با زبان منبر که با اینا نمیشه صحبت کرد.
به لحاظ زندگیم که اینا هر روز دارن فقیر و فقیرتر میشن، یعنی طبقه متوسط داره نابود میشه. حقیقتا ملت نجیبی. ببینید وقتی جوونی به من میگه کشوری که یک کاشیش مال من نیست میخوام چه کار، میگه حتی دیگه آرزوی خانه‌دار شدن نمیتونم بکنم، با حقوق 5 تومن 6 تومن 7 تومن خونه میلیاردی رو چجوری میخوام فراهم بکنم؟ خب با این جوون شما با چه زبونی میخوای حرف بزنید؟ من از نیروهای انقلاب میپرسم چرا در این کشور اراده سیاسی نداره، وجود نداره که در واقع این ثروت‌های انباشته رو بعد در این 40 سال 50 سال افرادی هیچی نداشتن و امروز صاحب چند صد میلیارد ثروتن، چند هزار میلیارد ثروتن، ثروت‌های برباد رفته. گفتمان انقلاب چرا نسبت به اینا بی‌تفاوته؟ بعد حق ندارید ملت من عصبانی بشه، دو تا تار مو خشم شما رو در واقع برمی آشوبه، احساس خطر میکنید، اما در برابر این فجایع بزرگ شما ساکتید. در کتاب زائر در تینکر پریک نوشته آنی دولارد یک قسمتش خیلی جالبه. اسکیموه میپرسه، میگه اگر من چیزی درباره خدا و گناه ندانم آیا باز هم به جهنم میروم؟ کشیش میگوید نه، اگر ندانی نمیروی. اسکیمو میگوید پس چرا میخوای اینها را به من بگویی؟ بریم فریدون جنیدی یک خاطره ای رو از مادرش تعریف میکنه، خیلی جالبه. کاش همه ما این رو ملاک ذهنیمون قرار میدادیم برای دوست داشتن ایران. نگاه کن. خب آیا میاید به دانشگاه لابد؟ من بهشون گفتم نه من نمیتونم بیام. گفت خب برای چی نمیاید؟ گفتم من در کودکی با خدای خودم پیمان بستم که اگر از خاک امروز ایران میرم بیرون، اول باید برم خاک کابل، خاک سمرقند و بخارا رو ببوسم، بعدم وقت به جاهای دیگه برم. گفت شما گذرنامه رو تهیه کنید، ما ترتیب میدیم که برین سمرقند بخارا، وقت بعدن میان ایتالیا. گفتم برای یک ماه یا 10 روز برای دوست سخنرانی میام، اما برای اینکه بیام دانشگاه شما درس بدم 3 سال، نه من نمیتونم بیام. گفت که چرا نمیتونی بیاید؟ من گفتم که مادر پیری دارم که باید نگران او باشم، من نباید بیام. گفت که این که دردی نیست، مادرتون رو با برانکارت میتونیم بیاریم، سوار هواپیما کنیم، اونجا هم همینطور یه ویلایی در جنگل نزدیک ناگر به شما میدیم، به خوبی میتونه زندگی کنه. مادر من حرکت نمیتونه بکنه. گفت نه بالاخره میشه یه کاری کرد دیگه با چرخ و اینها. اتفاقا جایی که نشسته بودیم دماوند دیده میشد. گفتم نگاه کنید آقای پروفسور، چین دامن مادر منو ببینید، دماوند سر به آسمون افراشته، با آسمون درسته، با ستاره ها آسمون. نمیتونه، مادر من نمیاد، من باید اینجا پرستارش باشم، من باید نگهبانش باشم. چشمای پروفسور پر اشک شد، سخن به پایان رسید، ولی بعدم گفت آخه در این جریانات همه آرزو دارن برن از ایران بیرون تو این جنگ. من بی هوا همینه این گفتار رو گفتم. گفتم بی وفا مردا که در هنگام تب و ناخوشی مادر او رو ترک میکنه، من باید اینجا باشم، ملازم مادرم باشم. رابرت موگابه یه دفعه گفته بود که چگونه میتوانیم نسل جدید را قانع کنیم که آموزش کلید موفقیت است. وقتی با تحصیل کرده های فقیر و دوست های ثروتمند احاطه شده ایم. یکی از این دوست های ثروتمند بابک زنجانی است که سال هاست به نام بیزه معروف بودش، اوائل اسمش هم نمی آوردن، در به اصطلاح در زندان بود، ولی خب اکثرا بیرون بود. زندان هم براش سویت داشتش اونجا، فیلم های ازشون در اومده بود که کباب داشتن، دل و جگر درست میکردن، کباب میزدن و غیره. خلاصه خب میدونین کسایی مثل بابک زنجانی که کار نفت هم میکرده که خودش نبوده، که بالاخره با سران جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و همشون به نوعی مشکلشون مشکل بابک زنجانی هم بود. حالا چند روز پیش اعلام کردن که آقا بابک زنجانی تمام بدهیاشو داده یا به اعدام محکومش کرده بودن، بعد گفتن دیروز نه حکم اعدام لغوه، به 11 سال زندان محکوم شده، ولی چون نصف بیشتر محکومیت در زندان بوده قبل از اینکه حکمش بیاد آزاده و آزادش کردن، تمام شد رفت دیگه. سطل آشغال که آتش نزده بود که بخوان اعدامش بکنن، که چندین هزار میلیارد اختلاس و دزدی کرده بود. بریم ببینیم شاکر در این مورد چی میگه. بابک میخواد آزاد بشه، بابک میخواد از بند آزاد بشه،
بابکی که در خطر اعدام بود، گفتم ما اعدامش میکنیم، مختلص مفسد فی الارض، الان میخواد آزاد بشه. گفتن نه، او قدرا مفسد و فی الارض نبود، مفسد بود ولی فی الارض نبود. پولا رو پس داده، دیر و زود داشت ولی سوخت و سوز نداشت دیگه، داده دیگه، یه ملک و مسکن و ماشین و یه خونه او برده، یه میشتی او برده، جمع و جور کرد، پولا رو پس داد، الان هم میخواد آزاد بشه دیگه. بله، گفتن 20 سال زندان واسهش بریدن، ولی گفتن دیگه طبق قانون هم 10 سال کشیده باید آزاد بشه. بابک آزادیت مبارک، بابک. آها، تو کاری نکرده بودی، دور زدی چیزا رو درده مارو. جایی که 5 سال دیگه بهش میرسی وابسته است به کتابایی که الان میخونی، عاداتی که الان داری، آدمایی که الان باشون ارتباط داری، غذایی که الان میخوری، حرفایی که الان میزنی، کارهایی که الان میکنی. سعی کن بهترین رو انتخاب کنی دوست من. از مجموعه داستانهای مولوی یکی رو براتون انتخاب کردم، حرف مردم، اینو نگاه کنین. سعدی حکایت های زیادی در گلستان و بوستان در باره این که مردم بدگویی میکنند، غیبت میکنند و انسان ایمنی نداره از سخنان اونها گفته. از جمله در گلستان هست که یکی از بزرگان رو پرسیدند که اگر یک کسی با یه ماه روی نشسته باشه در خلوت و درها بسته و شرایط موجود و موانع مفقود و هیچ مشکلی نداشته باشه، آیا ممکنه که به سبب پرهیزگاری و صرف ایمان و اعتقاد از دست ماه رویان در امان بمانه؟ گفت اگر از ماه رویان بماند از بدگویان نماند. ممکنه از ماه رویان بمونه ولی از بدگویان نمیمونه، بالاخره گرفتار میشه. اگر روزی از خاورمیانه پرسیدند بگو خاکی بود که افغانش به ایران میگریخت، ایرانیش به ترکیه، ترکش به سرزمینهای سبزها و بورها، که رفتن ما هجرت نبود، گریز بود، سفر نکردیم، کوچانده شدیم. بگو از مرگ به آوارگی پناهنده شدیم، از خفت به بیوطنی. بچه های این سرزمین بعضی هاشون به جای اینکه کودک باشن و کودکی کنن، یک حب بزرگ شدن. حرف زدن این کودک، کودک طلاق رو ببینید چقدر مثل آدم بزرگ ها صحبت میکنه. چند سالت بود پدر مادرت از هم دیگه جدا شدن؟ نمیدونم، خودشون من گفتن 7 ماه. میدونی برای چی از هم دیگه جدا شدن؟ نه، با کی زندگی میکنی؟ با مادر بزرگی. عموم هم میاد یه موقعی بهمون زر میزن. مامان کجاست؟ کمپ بابا. مامانت کجاست؟ فلان کرده رفته خیلی وقت. نمیدونی کجاست؟ نه. مدرسه هم میری؟ سه ساعت بعد دارم. پدر مادرت ناراحتی که از هم دیگه جدا شدن؟ بله. کاش که منو به دنیا نمیآوردن. بذم همون روز اول یا با مامانم یا با بابام برم مدرسه. مامانم میتونه این ویدیو رو ببینه؟ شاید ببینه. چطور؟ خواهد دوستشم ببینه. سجا چی همین الان خوشحالت میکنه؟ سرم زودتر بزرگشم، برم سر کار، برم به مادر بزرگم اجاره اینا خود خوراک. سجا اجازه میای؟ خواستم بهت بگم تو همین الانش هم خیلی بزرگی. سعی کن به درس و مدرسه‌ات فکر کنی. ما به مادر بزرگی کمک می‌کنیم. من دیگه من به تو. عمو معمو قابلش نذارید. قربونت. دیروز سال روز درگذشت لئوناردو داوینچی بود. شاید داوینچی را بتوان یکی از خیال پردازترین مردان تاریخ دانست. لئوناردو بسیاری از اختراعات کنونی را از هلیکوپتر گرفته تا تانک و زیردریایی پیش بینی کرده بود. بعدها مهندسان ثابت کردند بسیاری از رویاهای او مانند چتر نجات، پلها و سیستم‌های حمل و نقل قابل استفاده‌اند.
لئوناردو وسایل انقلابی بسیاری طراحی کرد. لئوناردو را بیشک میتوان بزرگترین مهندس طراح دانست. اما اتحاد 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 تنها چیزی که ما چه در داخل ایران چه در خارج از کشور بهش احتیاج داریم. نگاه کنید اتحادی رو که در بین حیوانات چگونه میتونن خودشون رو، گاوهایی که با هم اتحاد میکنن چجوری از چنگ شیرها میتونن رهایی پیدا کنن. نگاه کنید. نبود زیبایی را اخلاق خوش جبران می کند، اما نبود اخلاق را هیچ صورت زیبایی جبران نمی کند. اویان یک مارک آبه، یک تبلیغی ساخته بود چند وقت پیش، عنوانش همین بود که جوان زندگی کنید. خیلی تبلیغ خیلی قشنگی بود. نگاه کنیم با هم. I'm the lyrical gangster. Big up the queen of the area. Still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press me, hear the fire sing. Hot like you know we go. I know what both don't know. Let's give up and go. This is AJ. Here come the upstaper. I'm the lyrical gangster. Pick up the movie in the area. Still love you like that. Yeah, come to your stereo. I'm the heavy kind of gangster. Excuse me, Mr. Officer. I'm the heavy kind of gangster. آره 15 رم برامون پخش کنیم. یه نفر اومده تو پارک داره کفش ورزشی به اونا، به همه کفش میگن کتونی، البته کفش کتونی میفروشه. گوش بدید. کتونی بدم؟ کتونی آقا، کتونی نمیخوان؟ کتونی سایز 38 اورجینال. ام مسجد زدم. حلال حلاله. میگه حلالم مسجد دزدیدم. عرضم بزرگتون که دوستان، دو کتاب خدا دین علم و پدیده های فضایی، دو کتابی است از مجموعه 5 کتاب پروفسور ابراهیم ویکتوری که ما یک شنبه ها ساعت 6 عصر به وقت لس آنجلس یک برنامه مفصل با جناب ویکتوری هر یک شنبه داریم که مطالبی رو که عنوان میکنن خوشبختانه مورد علاقه بینندگان هم قرار گرفته. این دو کتاب از پیدایش جهان شروع کرده صحبت کردن، یه لحظه بیگ بنگ 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش و تا پیدایش ستاره ها و سیارات و کهکشان ها و کره زمین و انسان و بقیه مسائل. دوستانی که دوست دارن راجع به اعتقادات مذهبی خودشون مطالبی که حقیقت علمی داره
آشنا بشن، این دو کتاب بسیار براشون خوبه. این دو کتاب بسیار روان نوشته شده، هر کسی میتونه به راحتی این کتاب ها رو بخونه. جالبش هم اینه که نوع نگارش این کتاب و موضوعاتی که مطرح شده اینقدر جذابه که کشش داره، وقتی کسی باز میکنه اینو میخونه مثل یک کتاب رمان مثلا میمونه که آدم دلش میخواد هی بیشتر بخونه، بیشتر بدونه، بیشتر بدونه، بدونه که آیا این مطالبی که تا حالا در ذهنش بوده آیا چقدرش با واقعیت‌های علمی همخوانی داره. مذهب چگونه هست، چگونه به وجود آمد، چه رشته‌هایی داشته، چگونه تأثیر گذاشته در زندگی بشریت، خدا چرا لزوم پیدایش خدا در ذهن انسان پدید اومد و انسان فکر کرد که باید یک خدایی رو برای خودش بسازه که اول خب بت ساخت و بعد عده اومدن گفتن نه این بت‌ها چون قابل دیدنه و میشه ازش اشکال گرفت درست نیست، باید خدای ناشناخته رو بپرستیم، ندیده و ناشناخته رو. و به این ترتیب به گفته آقای ویکتوری در این دو کتاب خدا، انسان خدا را آفرید و دلایلش هم کاملا مشخص و معین کرده که بسیار میتونه مورد توجهتون قرار بگیره. دو کتاب قیمتش 200 دلاره. اگه به شماره 818-451-5678 زنگ بزنید این دو کتاب رو 80 دلار آقای ویکتوری روش تخفیف گذاشتن برای دوستانی که در اروپا، آمریکا، کانادا، راههای دور هستن و میخوان سفارش بدن که هزینه پستش ممکنه براشون بیشتر بشه. این 80 دلار در حقیقت پوشش بده اون هزینه پست رو. جای نزدیکترم که هزینه پستش خیلی کمه، ولی 120 دلار به جای 200 دلار برای دو کتاب پرداخت میکنید و این دو کتاب رو که کتاب‌های بسیار نفیسی هم هست شما تهیه بکنید، وقتی هم خوندید به دیگران هم بدید بخوانند. اگر هم دوست دارین دو سه سری سفارش بدین که به عنوان هدیه، چون کتاب های خیلی لوکسی هم هست، میتونین هدیه بدید به دوستان و آشنان. کتاب ها به زبان فارسیه ولی همان قسمت فارسیش به انگلیسی هم ترجمه شده، یعنی یک کتاب نصفش فارسیه نصفش انگلیسی که یک مطلب هستش ولی هم به فارسی هم به انگلیسی، برای کسایی که احتمالاً فارسی ممکنه خوب ندونن. 818-451-5678. دوستان عزیز، پدر مادرهایی که به خصوص میخوان دستگاه جدید HD 500 رو بگیرن، به فرزندانشون، نوه‌هاشون، کسانی دیگری این شماره 818-451-5678 رو میدن که کتاب رو براشون تهیه کنن. بعضی از این دوستان و فرزندان اشتباهاً این کار رو نمی کنن، میرن رو آنلاین جاهای مختلف کتاب و جیل باکس رو سفارش میدن. ببخشید قاطی کردم، جیل باکس رو سفارش میدن. این کار باعث دردسر پدر مادرها میشه، برای اینکه پدر مادرها وقتی از این شماره میخرن خب هم قیمت اصلیش رو میخرن، یعنی 389 دلار قیمت خود کمپانیه دیگه، گارانتی که ارزان‌ترین قیمته، هم خیلی چون خود کمپانی کارتتون رو چارج میکنه جای محفوظیه برای اینکه یه موقع مشکلی برای کریدیت کارتتون پیش نیاد، که نمیاد هیچ وقت در عرض این 25 سال حتی یک مورد هم ما ندیدیم که اشکالی پیش بیاد. از همه مهمتر دستگاه وارانتی روش هستش که اگه موقع خراب شد دستگاهتون رو مجانا عوض کنن. و نکته مهمش هم اینه که به این شماره که زنگ میزنید دستگاهتون ستاپ شده، تنظیم شده میاد که دیگه نیاز نیست شما کاری بکنید، فقط وصل کنید به تلویزیون. و اگر از این شماره خرید کرده باشید، پدر مادرای محترم به خصوص، چون سخته شما بخواید به حالا کمپانی در کانادا زنگ بزنین، رو هولد بمونین و انگلیسی صحبت کنین، فارسی صحبت کنین، چیکار کنین. این شماره مخصوص کسایی است که میخوان فارسی صحبت کنن و پشت خط هم زیاد نمونن. 818-451-5678 حتما سفارش کنن، از این شماره خرید بکنن که بعدن هم اگه سوالی، کمکی راه نمیخواستین، باز بتونین به همین شماره زنگ بزنین و سفارش بدی دستگاهاتون رو. و یادت باشد هر شب قبل از خواب وجدانت را ببوس اگر بیدار بود. یک ترانه جنوبی میخوام براتون بذارم، یه ذره حال و هواتون دگرگون بشه. اسمش هم هست این چه یاریه. خدا یار نگهدارتون. Do you?
ماهی زنا سیل ناخدا.